گفتاری موسیقیمان را تحت عنوان صوت و کلام سر می‌کنیم. دوستانی عزیز، ما گفتار خود را با سرود حافظ خوشخوان جورابک مرادوف سر کردیم. در دوام صحبت امشب ما جورابک باز یک چند سرودها میخوانند. خرسندیاور است که این ساعت در استودیوی ما یک چند مهمانان محترم مخلصان صنعت موسیقی حضور دارند. اینها شاعر محبوبمان استاد میرزا ترسن‌زاده، ادبیاتشناس و منقد عطاخان سیف‌الله، دانشجوی یونیورسیت دولتی تاجیکستان خورشیدا صادقوا و جورابک مرادوف. امیدواریم که صحبت این ساعت‌های ما که به مناسبت شعر و موسیقی و پیش از همه مناسبت موسیقی با ایجادات استاد میرزا ترسن‌زاده بخشیده می شود، شوق‌آور و دقت جلب کننده گذرد. اینک دوستان عزیز، سخن اول به رفیق سیف‌الله. شعر و موسیقی در طول عرضها پیوسته به همدیگر ترقی کردند. میراث گرانبهای موسیقی کلاسیکی ششمقام نمونه درخشان پیوند شعر کلاسیکی و افکار و احساس موسیقی خلق است. استادان گذشته موسیقی، حافظان محبوب خلق، صادرخان، بابا جلال، میرزا غیاث، میرزا نظرالله، استادان ششمقام بودند. آنها برای آهنگهای خود بهترین شعرها را از ایجادات کلاسیک های نظم فارس و تاجیک انتخاب میکردند. حاجی عبدالعزیز، داملا حلیم، لیویچه با شاعران زمان خود همکاری ایجادی و مناسبت دوستی داشتند. استادان ششمقام با باقلکه فیض‌الله‌یف، شاهنظر صاحبوف، فضل‌الدین شهابوف برای اثرهای موسیقی خود بهترین شعرها را انتخاب کردند و در مدنیت موسیقی سوسیالیستی خلق تاجیک حصه خیلی ارزنده گذاشتند. در این بابت خدمت یکی از استادان بزرگ صنعت زمان ما، خدمت اکاشریف جورایف نیز خیلی کلان است. عنعنه مذکور را چه بسته‌کاران کسبی مانند زیادالله شهیدی، شراف‌الدین سیف‌الدینوف، فاضل صالحوف، امان همدموف و دیگرها دوام می‌دهند، بلکه اینچنین حافظان یکه خان مانند بای محمد نیازوف، ظفرجان نازیموف، جورابک مرادوف، آدینه هاشم و دیگرها ایجادکاران انکشاف می‌دهند. برای حافظ سعدی شیراز نموده تاجیکان آغوش خود باد جوانان سعادتمند تاجیک کارانی بی مانند تاجیک و شیراز مثل مرغان در بهاران غزل خوان آمدن از تاجیکستان. شنوندگان گرامی، این سروده که حالا در اجرای جورابک مرادوف شنیدید پارچه از شعر استاد میرزا ترسونزاده گنجینه سروتا می باشد. حالا دوامی سخن را باز به رفیق سیف لایف می دهیم. استاد میرزا ترسونزاده در این شعر خود نشان می دهند که کلاسیک های نظم تاجیک در دوره سویتی به طور ابدی زنده گردیدند. آنها دسترسی تمام خلق شدند. آن شاعرانی که شعرهایشان در رپرتوار موسیقی جورابک مرادوف موقع مخصوص اشغال کرده است، اشعار لیریکی و گراجدانی استاد نظم سویتی تاجیک میرزا ترسونزاده موقعی خیلی کلان گرفته است. در سری تصویری هستت کس نمی‌یابد سخن، ای در دنیا ندارد رنگ بویت را چمن، از تو در آسایش راحت و جان در بدن. گر سپر ارزنده ایم در ادای خدمتت تازت بسر ارزنده ایم، از سرت پاشن مردم سیم زر ارزنده ایم، از سرت پاشن مردم سیم زر ارزنده ایم. در سری تصویری هستت کس نمی‌یابد سخن، در سری تصویری هستت کس نمی‌یابد سخن. سرود جورابک مرادوف را که در اساس شعر استاد میرزا ترسون‌زاده آهنربا ایجاد کرده است شنیدید. چی شاعر و چی حافظ در این سرود منظره‌های وطن ما را تصویر کردند. مهر و محبت جوشان خود را نسبت به مملکت سویتی که در زمان ما گل گل شکفته است اظهار نمودند. معلمی عزیز، بی‌شبهه حالا شنوندگان مشتاق از زبان خود شما شنیدن شعرهایتان می باشند. خیلی خوب می شد اگر یگان شعرتان را خوانده می دادید. خوب شد. شیر من خون جگر یا پاره دل گویمت، یا شتاب کاروان در راه منزل گویمت، یا خروج موج در دامان ساحل گویمت. راحتت از حد زیاد و زحمتت زان بیشتر، مختصر سر تا به پا سودای مشکل گویمت. از تو آمد گر تبسم در لب تحسین ترا، رفت خواب از چشم مشتاقان شب تحسین ترا. زیستی با مقصدی با مطلبی تحسین ترا، گر نشستی ساعتی در صحبت یاری عزیز، شادمان کردی دلی با یک گپی تحسین ترا. روز و شبها را پسی سر کرده خدمت میکنی، جان فدای نام دلبر کرده خدمت میکنی، از عرق پشت لبش تر کرده خدمت میکنی. گوش نندازد به فریادت اگر بیرحم یار، از فغان گوشی فلک کر کرده خدمت میکنی. گردمی خاموش مانی شور و اسیان میکنم، بحرها را من به جوش آورده طوفان میکنم، کوه را زیر و زبر از ضرب ولکان میکنم. گر تو یابی لایقی حسن نگارم یک سخن، کشوری دلهای مردم را گلستان میکنم. شعر من میدانمت زیبا سمند من تویی، آسمانی بی‌غباری دلپسندی من تویی، روز میدان بی امان تیر و کمندی من تویی. دورتر بالاتر از ارض و سما پرواز کن، چون که تنها کوکبی بختی بلندی من تویی. تشکر معلم. اکنون با اجازت شما معلم عزیز، من از جورابک مرادوف خواهش می نمایم که همان سرودی به وطن نام شعر شما ایجاد کرده شان را خوانده دهند. مرحمت جورابک. بهار آمد عمرم، بعد یک سالی دیگر بگذشت، تمامی زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت. به مثلی گوشت ناخن همیشه با وطن بودم، اگرچی نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت. اگرچه نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت. وطن در هر کجا آمد به سر فورم هوای تو، من از آن سوی اقیانوس بشنیدم صدای تو. اگرچه بین ما طوفان موج بها بودم، ولی آمد به گوش من صدای رادیوی تو، ولی آمد به گوش من صدای رادیوی تو. به وقت بازگشتن چون رسیدم بر حدودت من، سر تا پا شدم مفتون شیدایی نمودت من. نشستم در زمین تو، پریدم در هوای تو، به آوازی درودت من، به آهنگی سرودت من، به آوازی درودت من، به آهنگی سرودت من. اگرچه بارها افتادم از یارو دیارم دور، به سیاهی مرا کردن گرچه دوستان مشهور، ولی من در همه جا در همه کنج کناری ده همیشه با وطن بودم، همیشه با وطن مسرور، همیشه با وطن بودم، همیشه با وطن مسرور. شعر وطن که حالا سرودش را شنیدید بهترین نمونه لیریکی گراجدنی به شمار می رود. در این شعر یگانگی دیالکتیکی قهرمان لیریکی، فرزند مبارز خلق که تمام عمرش را به خدمت خلق و مملکت بخشیده است، یگانگی شاعر و وطن محبوب ما ایفاده یافته است. وطن شاعر خود را، فرزند ارجمند خود را به آغوش مرحمت کشیده به وای رساند و در نوبت خود شاعر فرزندان مبارزه امروزی مملکت سوئیت ها تمام حیات خود را، مهنت و مبارزه اش را، فکر و ذکر، ایدئال های عالی جمعیتی اش را به خدمت وطن بخشید. جورابک مرادوف برای این شعر آهنگ خیلی مؤثر ایجاد کرده است. درآمد شعر که در سرود شهد نام دارد نیز معنای عمیق فلسفی دارد. وی یگانگی جریان عمری انسان را با پیشرفت و ترقیات مملکت نشان می‌دهد. بهار آمد زی عمرم باز یک سال دیگر بگذشت، تمام زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت. به مثل گوشت و ناخون همیشه با وطن بودم، اگرچه نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت. در دیگر سطرهای این شعر نیز همین آهنگ گرجدنی و همین سرودی دلنشین، همین آهنگ دلاشوب ایفاده یافته است. جالب دقت است که جورابک مرادوف این شعر را در مونریال، در روستای تاجیکستان، در 20 صفحه‌ای در نمایشگاه بین الخلقی سرایده است و آن عنصرهای ناپاکی که در سالهای جنگ گرجدنی به وطن ما خیانت کرده، به خارجه فرار کرده بودند و امروز از کرده خود پشیمان شده اند، این سرود جورابک را، این شعر استاد میرزا ترسونزاده را شنیده گریه کرده اند، به وجد آمده اند و صدها مراتب پشیمان شده اند که چرا وطن محبوب سویتی را ترک کرده به خارجه رفته اند. چنانه که گفتیم در صحبت ما، دانشجوی یونیورسیت دولتی تاجیکستان به نام ولادیمیر ایلیچ لنین، خورشیده صادقوا اشتراک دارند. من از آن کس خواهش میکنم که همین کافیس نام شعر استاد را خوانده دهند. پس از آن سرود نوی جورابک را به متن انا همین شعر میشنویم. مرحمت. همین کافیست. تو رو 100 بار گفتم که بغلامت من، همین کافیست. فدای یک کلامت، یک سلامت من، همین کافیست. نوشتم، پخش کردم مور، موندم دست بی گفتار، حیاتم را، مماتم را به نامت من، همین کافیست. تو دانی فعل و اطواری غلامان شور اسیان است، شکستن، پاره کردن کنده و زنجیر زندان است. چرودی که جوشیده خروشیده برون رفتن، ز قعر تنگنا آمال آزادی پرستان است. ولی من آن غلامم، نه اسیان میکنم نه شور، نه با تو میکنم جنگو، نه از تو میشوم من دور. همیشه با تو میخندم، همیشه با تو میگریم. اگر خواهی تو من هیجو، اگر خواهی تو من مشهور. وفا کن گفته بودی، من وفا کردم، همین کافیست. دلم را در وفا آب و ادا کردم، همین کافیست. اگرچه ابتدای عاشقان در عشق هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم، همین کافیست. احمد. تو را 100 بار گفتم که غلامت من، همین کافیست. فدای یک کلامت، یک سلامت من، همین کافیست. نوشتم، پخش کردم، ماندم دست بی گفتار. حیاتم را، مماتم را به نامت من، همین کافیست. حیاتم را، مماتم را به نامت من، همین کافیست. بلی من آن غلامم که نه اسیان میکنم نه شور، با تو میکنم جنگم، نه از تو میشم من دور. همیشه بات میگریم اگر خواهیت من هجر اگر خواهیت من مشور اگر خواهیت من هجر اگر خواهیت من مشور همین کافی است دلم را در وفا ادا کردم همین کافی است اگرچه ابتدای عاشقان در عشق رنگ است ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی. چنان که معلوم است شعر نانریزه یکی از شعرهای مشهور استاد میرزا ترسنزاده بوده، آن را جورابک مرادوف با آهنگ خیلی خوب می سراید. پیش از آن که این سرود را شنویم خواهش میکردم که شما رفیق سیف‌اللهیف درباره این شعر چند سخن گویید. محبت به نان، محبت به غله، این محبت به مهنت تمام خلق میباشد. در مرکز شعر استاد میرزا ترسونزاده انا همین غایه میستد. باری ما در اسفره دیدیم که یک بیت همین شعر را نانوای ها در نانوای خانه از طرف کوچه با حرفهای کلان کلان نوشته ماندند. آن بیت این است: از زمین نان ریزه ها را چیده میمالم به چشم، نان گرم مهنتی را دیده میمالم به چشم. در واقع این سرود را تمام خلق ما چی در هنگام مهنت و چی در هنگام استراحت میخوانند و حافظ را دوست میدارند. خواهش میکنند که این سرود را بشنوند. از زمین نان ریزه ها را چیده میمالم به چشم، از زمین نان ریزه ها را چیده میمالم به چشم، نان گرمی مهنتی را دیده میمالم به چشم. چون که من هم در زمانی خود درآگر بودم، خوش چین و باغ بند داست در بر بودم. گوش می کردم سرودی مرد خرمن کبرا، می شنیدم ضرب‌های گاو را نه چوب را. روز و شب چون کاههای مانده در صحرا بودم، در پریشانی چو بادی بی سر و بی پا بودم. کشتم وقتی که سرخم میکنم، شادی و خرسندی خورد و کلازم میکنم. از زمین امریزه ها را چیده میمالم به چشم، دیده و سنجیده و بالیده میمالم به چشم. از زمین نان ریزه ها را چیده میمالم به چشم، نان گرمی مهنتی را دیده میمالم به چشم. معلمی عزیز یاد دارید من و شما روزی در ساحل دریای ورزاب بودیم. اون روز استراحت بود و ماشین های سبوگرا و کلون و دامات های نو را به سیر و سیاحت می بردند و شما از تماشای آن گل دختران جوان پسران به وجد آمده گفتید که درباره این سرشوی زندگی نو، درباره ابتدای این عائله های نو جوان سویتی شعر و داستان ها نوشتن در کار است و یکی از همین شعرها درای عروسان است. میخواستم که به تماشابین ها همراه خوانده دهید. من اون شعر را پارچه اون شعر میخوانم. درای عروسان از دوشنبه چون برای کوسار آید ز پیش، کوسار پرشکوهی آبشار آید ز پیش، قله‌های آسمان بوسی حصار آید ز پیش، از دوشنبه چون برای قدقدی رودی زلال، می روی گویا ز پهلویت گذر دارد غزال، می روی از هر دو پهلویت عروسان بگذرند، والگه ها را زیب داده گلعذاران بگذرند، چون نسیمی رودهای شوخ جریان بگذرند، فارم آوازی دف و چنگ و رباب آید به گوش، دل درآید در خروش و مات گردد عقل و هوش، دختران پوشیده اطلس دلنوازی میکنند، پیش پیشی کیلون و داماد بازی میکنند، در میان خوبرویان سرفرازی میکنند، یک جهان حسن و لطافت در بغل دارد دره، عاشقان را دفتری بیت و غزل دارد دره، بین چگونه این دره جای تماشا گشته است، جای پروازی نگاهی مردمی ما گشته است، کان حسنی دختران زیب دنیا گشته است، دل اگر افتاد در این کوی راهش گم کند، عشق اگر لشکر کشد آخر سپاهش گم کند. از دوشنبه چون برای کوهسار آید ز پیش، کوهساری با شکوهی آبشار آید ز پیش، قله های آسمان بوسی حصار آید ز پیش، از دوشنبه چون برای قدقدی رودی زلال، میروی گویا ز پهلویت گذر دارد غزال. دختران پوشیده اطلس دلنوازی میکنم، کلین و داماد بازی میکنم، در میان خوب رویان سرفرازی میکنم، یک جهان حسن و لطافت در بغل دارد دره، عاشقان را دفتری بی تو غزل دارد دره. دختران را من بسد عشق و هوس دارم نظر، شاد گردم از سعادت پایشان مثل پدر، چون که من هم دارم امید از نبیره از پسر، میرسد روزی که فرزند بی منی دل باخته با عروسی خیش آید خانه را پر ساخته. از دوشنبه چون برای کهسار آید ز پیش کهساری با شکوه آبشار آید ز پیش. معلمی عزیز، پیش از آن که جورابک مرادوف سرود آخرین برنامه امروز زمان را خوانند، من از شما خواهش میکردم که به شنوندگان محترم چند سخن گویید. سعدی بزرگ میگوید که دوست همیشه عیب یارش را هنر میشمارد و خوری او را گل مانند به گل تشبیه میدهد و البته اگر یگان خدمتی من در ساحه مدنیت ادبیات کرده باشم، این هم با یاری دوستانم نویسندگان تاجیکستان، با یاری صنعتکاران تاجیکستان، استعداد ما یک جایه همدیگر را، هم صنعت و ادبیات ما را به این درجه رسانده است. ما از آن یک افتخار عمومی داریم. هیچ گلی تازه در این بوستان چیده نشد به مددی دوستان. همه ما شاعران نویسندگان تاجیکستان با دعوتی ریولوسی اکتبر خدمت میکنیم. ما دعوت کرده شدیم از طرف ریولوسیا. ریولوسیا همه چیز را به خلق بخشید، مال خلق کرد و ادبیات و صنعت هم باید از آن خلق است و باید ماند به خلق خدمت کند. اگر هر یک سطری ما به منفعت خلق روانه کرده شده باشد، ما خودمون را خوشبخت می‌شماریم. مایاکوفسکی بزرگ میگوید که من از هزارها تن معدن گرم‌ها اوران حاصل می‌کنم که شیرنویسی هم مانند همون است که مایاکوفسکی میگوید. برای همون مخصوص حاضر که اینا در سیز 24 پارتیا لئنیت ایلیچ بسیار در معرضی خود به ادبیات بهای کلان داده، خدمت رول ادبیات و طلب بسیار سخت ماند در نزد نویسنده درباره صفات. من همیشه بیاست سخنهای شاعر به خاطرم میاد، میگوید که لفظی خوب و معنی برجسته میباید گرفت ورنه هر کس میتواند مصرعی موزون کند. برای همون به مصرع ها لفظی خوب انتخاب کردن، به وای معنای برجسته هم دادن لازم، معنای زمان از زمان دادن لازم. این است که کاری ایجادی، کاری این اذیت کشیدن، مشکل ها را برطرف کردن، بیخوابی کشیدن، در همیشه در جستجو بودن، اینطور هست. و چطوری که میگید خلق ما هر سال در ایجادکاری و تشبسکاری مهنتی خود بالا میرود، زینه های بلندترین اشغال میکنند، اما باید سزاواری همین گونه خلق، همین گونه خواننده باشیم. یعنی این است که زندگی سوسیالیستی ما را همیشه قرضدار میکند، ما قرضدار و به همین همیشه در تشویشی، در فکری ادا کردن ادای قرض در نزد خلق، در نزد وطن، در نزد پارتیا هستیم. در فضا گرچه از روی زمین چشم را ما نمی کنم، دم من از سوی زمین با ستاره هم نشین با ماه گشتم هم نفس لیک بودم سرخوش سرمست از بوی زمین تنهای دل با امید زندگی زحمت کشید تنهای دل تو شیع ره را بدو شیخشتم برداشتم صبر و طاقت را ندام نسخت دویدن های دیم زنده کردم در زمین من شعله‌ای خاموش را با سخن در جوش آوردم دلی بی جوش را من به هر یک طفلی از مادر به دنیا آمدم باز کردم از سری صدق وفا Shroud. شد شعله افکن شعله بار آن چراغی که فرو زنگشت در مأوای من در فضا پرواز کردم گرچه از روی زمین با همین گفتاری موسیقیمون تحت عنوان سافتو کلام با آخر رسید. در شنوانیدن اینها اشتراک کردند. شاعری محبوبمان استاد میرزا ترسونزاده، ادبیاتشناس و منقد عطاخان سیف اللهیف، دانشجوی یونیورسیتت دولتی تاجیکستان خورشیدا صادقова و جورابек مورودوف. برنده برهان رحمانوف. رژیسور گفتار تقوی مرت شریفوف. رژیسور آواز ستلا کلتسووا.